کوچ ایرانیان، درود بر شما. صاحب نظران معتقدند در 45 سالگرد استقرار حکومت اسلامی در کشور ما هنوز همه چیز بر مبنای همان تجاوز یک عده آخوند بر حاکمیت ملت نجیب ایران استوار است و بار سنگین این حکومت تحمیلی همچنان بر شانه های ملتی که در طی این 45 سال سخت‌ترین دوران زندگیش را می‌گذراند استوار شده، ولی همچنان مردم ما در انتظار یک راهکار و یا ایجاد دهنده نیز نشستند و به همین دلیل ما همانند هفته‌های قبل بررسی می‌کنیم 40 سال حکومت اسلامی را، زیرا در 5 سال قبل ما بیشتر این موقعیت را داشتیم که با اندیشمندان و استخواندار و با تجربه به این مهم بپردازیم و امروز هم پس از چند دقیقه دیگر می‌نشینیم پای گفتگو با زنده یاد دکتر علی اصغر حاسد جوادی، اندیشمند و حقوقدانی که قبل از واژگونی رژیم گذشته دو بار طی نامه‌ای سرگشاده به دربار شاهنشاهی خطر سرنگونی و فرو ریختن سقف حکومت را به پادشاه ایران هشدار داد و بد نیست بدانید که نتیجهش زندان بود و به بند کشیدن او، و متاسفانه از او هم مانند دیگر اندیشمندان و روشنفکران در آن دوران دشمن ساختند. البته حاسد جوادی را از نویسندگی در روزنامه کیهان هم ممنوع کردند و بد نیست بدانید که در آن زمان خیلی از دستاندرکاران و شخصیت‌های حکومتی هم با این روش امنیتی حکومت موافق نبودند. من در این مورد با زندیاد دکتر مصباح‌زاده مدیر روزنامه کیهان نیز گفتگو داشتم و جالب است که بدانید پس از ممنوع القلم شدن دکتر حاسد جوادی در روزنامه کیهان که او را خانه نشین هم کرده بودند، هر ماه دکتر مصباح‌زاده حقوق او را به طور نقدی و خصوصی به منزلش ارسال میکرد. به هر حال این هم گوشه ای از حال و اوضاع آن زمان و دشمن پروری های بی جای رژیم گذشته ما بود. با هم 40 سالگرد انقلاب را مرور میکنیم. بینندگان گرامی، در برنامه قبل تحلیل سیاسی آقای هوشنگ اسدی را که در هر دو رژیم شاهنشاهی و رژیم جمهوری اسلامی در زندان بوده است را شنیدید، ولی دیدگاه آقای دکتر مهدی روحانی که از خیشان خمینی بوده است هم شنیدنی بود، مخصوصا اینکه خمینی را در براندازی بسیار توانا و در سازندگی ناکارآمد می‌دید. البته طبیعی هم است، چون آخوندها اصولا می توانند با ریا و تزویر بنیادی را دگرگون سازند، ولی آخوند کارش سازندگی نیست، نیاموخته، و اصولا ما می دانیم که آخوند فقط از کار کرد ملت ارتزاق می کند و کارش فقط همین است. این آقایونی که آمدن سر کار امروز به عقیده من کسانی بودند که من درباره خود آیت الله خمینی هم این مطلب رو می گم، اینها کسانی هستند که برای براندازی خوب کار کردن و خوب توانستن با مردم در ارتباط باشن و منسجم بکنن حرکت رو به طرف یه مقصد معینی که همون ساقط کردن یک رژیم بود، این کار رو خوب توانستن بکنن. اما انقلاب دو فاز و دو مرحله داره، یه فاز براندازی داره، یه فاز سازندگی. آقایون در فاز سازندگی صفر. چرا صفرن؟ به خاطر اینکه اینا فکر کردن که مردم انقلاب کردن برای اینکه یه دسته به اصطلاح اروپایی‌ها، فرنگی‌ها، لایک یا غیر مؤممین، اینها بیان از مرکز قدرت و از مرکب قدرت بیان پایین و یه عده دیگه جا اونا رو بگیرن. اون کسانی که در گذشته بودن تخصص داشتن، روحانیون امروز، اینایی که سر کار هستن تخصصی در این کارها ندارن هیچ کدومشون،
چون تخصص ندارن میبینیم که روز به روز، هر روزی که حساب میکنیم وضع مملکت رو با مقایسه با روز گذشته، میبینیم اوضاع اقتصادی، اوضاع فرهنگی، اوضاع اجتماعی، اوضاع بهداشت، از هر جهت میبینیم مملکت رو به ضعف و رو به سقوط داره میره. و اما هفته گذشته از آقای اردشیر زاهدی کتاب جدید به دستم رسید که در ارتباط با وضع نابسامان کشور یمن نوشته شده بود. اردشیر زاهدی در این کتاب به فجایع انسانی اشاره دارد که از دید جهانیان دور مانده و باعث شده که یمن هم به کلاف سردرگم نابسامانی کشورهای خاورمیانه بپیوندد. همانطور که شاهد هستیم، در خاورمیانه کشوری نداریم که بی مسئله باشد، ولی با اشاره به دیدگاه دوست گرامی پرویز دستمالچی، سرآغاز این دگرگونی ها و سیه روزی ها 40 سال پیش با حضور اسلام تندرو شیعی در کشور ما، یعنی انقلاب اسلامی، آغاز شد و در اصل کشور خود ما بیش از هر کشور دیگری به تباهی و سیاهی کشانده شد. و اما در اینجا بپردازیم به نتیجه تلاش 100 ساله ملت ایران که گذر از این 40 سال سیاه هم قسمتی از همین تلاش میشه گفت 200 ساله است. در این رابطه مینشینیم پای صحبت دکتر علی اصغر حاس جوادی، حقوقدان و اندیشمند ایرانی که چون همه ما مجبور به ترک وطن شده است. آقای حاس جوادی که حقوقدان و تحصیل کرده فرانسه است، به طیف گسترده روشنفکران قرن اخیر ایران تعلق دارد که قبل از فروپاشی نظام پادشاهی از روی دلسوزی و آینده نگری به حکومت پادشاهی چند بار هشدار داد که باید حکومت راه مردمی پیش بگیرد و ملت را در سرنوشت خود سهیم سازد. خاص جوادی هرگز طرفدار سرنگونی رژیم پادشاهی نبود و با لغت دیگر برانداز نبوده است، ولی همان هوشیارهای او باعث درگیری و زندانی شدن ایشان شد و مخصوصا با حمله به منزل ایشان مانند خیلی ها باعث شد که او نیز به طیف گسترده مخالفان رژیم پادشاهی بپیوندد و به همین دلیل در روزهای آغازین انقلاب از این تحول اجتماعی طرفداری میکرد و حتی خواستار برخورد جدی با نظامیان کشور بود. ولی پس از گذشت چند هفته او اعلام داشت که صدای پای فاشیست می آید و شد و اتفاق افتاد آن چیزی که نباید می شد و اتفاق می افتاد، اتفاقی که ما را به آستانه 40 سال سیاه کشور ما کشانده است. دکتر حاس جوادی، خیلی خوشحالم که یک بار دیگر این فرصت پیش اومد که من اینجا در منزل خدمت شما برسم. خیلی متشکرم. بنده به همچنین متقابلا از شما متشکرم که همیشه بیاد ما هستید. خواهش میکنم. من خیلی خیلی باعث خوشبختی است که میتونم دیدگاه شما رو برای قشر گسترده از ایرانیان عرضه کنم. همینطور که در جریان هستید میدونید که در آستانه 4 دهه حکومت جمهوری اسلامی است، یعنی 4 دهه حکومتی به نام جمهوری اسلامی بر ایران حاکم شده. خود شما آقای دکتر حاسد جوادی از طرفداران انقلاب بودید و هشدارهای شما قبل از انقلاب رو کسی فراموش نمیکنه به پادشاه ایران و نقش روشنفکران که خود شما به اون قشر تعلق داشتید همیشه مد نظر همه است که چه شد، حالا چه شد که انقلاب شد که جای خود داره، ولی چگونه یک حکومتی 40 سال، حکومتی اسلامی 40 سال بر کشور ایران تونسته حاکم بشه؟ عرض میکنم که اول این مسئله بر این است که همینطور که اشاره کردید به طول مدت حکومت ولایت فقیه، یعنی به تاریخ گذشته
نزدیک رجوع کنیم میبینیم که رضا شاه 16 سال سلطنت کرد. بله. تا 1120. از 1304 تا 1320. محمد رضا شاه در 12 سال اول مسلط نشده بود و در حاشیه حکومت بازمانده از زمان پدر و اشغال شده به وسیله سه نیروی نظامی آمریکا و انگلیس و روسیه، ولی که البته ایشون یکی از عامل کودتا شناخته میشه و انگلیس و محمد رضا شاه. ایشون 25 سال حکومت کرد. در این حکومت هم همونطور که اطلاع دارید ایشون سرنوشت حکومت رو به دنبال روی از آمریکا رها کرد و این سرنوشت در واقع از اونجایی که ایشون نسبت به واقعیت‌های فرهنگی جامعه از نظر فقر فرهنگی شدید در روستاها و در شهرهای کوچک و نبودن راه‌های ارتباطی به معنای تعادل و تعامل شهری، عرض می‌کنم که به کلی از جامعه ایران بیگانه بود. بله. و مضافاً بر این که در تمام فرهنگ تاریخی ایران نویسندگان و شعرا همیشه آرزوی سلطان عادل می‌کردند، چون در تاریخ ایران سلاطین هم ظالم بودند و ستمگر. این است که اینا آرزو می‌کردند که سلطان عادل باشد. بنابراین ایشون در قرن بیستم نه اینکه سلطان عادل نبود، بلکه بسیار ظلمت سلطان ظالم بیگانه از واقعیت‌های جامعه بود. و به این ترتیب عرض می‌کنم که وقتی که راه رفته ایشون در حال غرور و جهل حتی نسبت به روابطی که با آمریکا داشت چنان پیش رفته بود که در نتیجه از نظر مخصوصا فشار زیاد برای افزایش نفت، یعنی بالا رفتن قیمت نفت و خریدن اسلحه، در نتیجه این پشتیبانی به تدریج از پشت ایشون برداشته شد و ایشون رو به اضمحلال قهقرا رفت. ولی 25 سال، ولی نتیجه راهی را که ایشون رفته بود در واقع به نظر من فرش قرمزی بود، یعنی به دست خودشون، یعنی ایشون کار منازعه و خصومت رو با دین به معنای دین مداران به جایی رسنده بود که در موازه و در کنار حزب توده به دین مداران میگفت ارتجاع سیاه و به چپ یا حزب توده میگفت ارتجاع سرخ. درسته. خب این موازنه به قدری ناهماهنگ و ناموزون بود، مثل مقایسه بین یک درخت صدها ساله ریشه در آب و خاک یک جامعه، رگ و پیش یک جامعه عقب افتاده. در نتیجه به این نتیجه میرسیم که ایشون راه سقوط را به دست خودش برای کی باز میکرد؟ نه برای ارتجاع سرخ. ارتجاع سرخ به اصطلاح یک عروسک و یک خیمه چیز شب‌بازی بود که هر چه بیشتر به وسیله حزب توده وجود خودش را در مدتی که آقای دکتر مصدق با یک دموکراسی و سعه نظر قبول کرده بود که خب حق آزادی است، اینها اونچنان خیابان‌های تهران را به سیطره خودشون درآورده بودند که تبلیغات با اولین نطق آقای آیزنهاور بعد از ریاست جمهوری، اولین نطق اعلان خطر ایران برای به اصطلاح آمریکا و امنیت
روابط بین المللی غرب بود که در واقع جواز صدور کودتا به وسیله آقای آیزنهاور صادر شد که انگلیس هی اصرار داشت. و چرا؟ بعد سوال ممکن است بفرمایید که خب چرا خمینی؟ برای اینکه طبیعی است که تنها صدایی از مخالفین، یعنی به معنای اینکه ملت ایران به مخاطر عقب ماندگی همیشه در انتظار ظهور نجات دهنده است، آقای خمینی در از بالای منبر و در کسوت عبا و عمامه مذهبی حمله به شاه شروع کرد و حتی با این جمله که تو به چه حق میگی من به مردم ایران آزادی دادم، تو همین حرف تو قابل تعقیبه. و بعدن حمله شدید به مسئله کاپیتولاسیون که در زمان آقای اواخر رضا محمد رضا شاه برای مسئولیت امنیت قضایی سربازان و افسران آمریکایی مقیم تهران مقیم ایران، بله عرض میکنم که مردم زیر بار بردگی نرید. خب منظور بود که این صدا از روشنفکران، این صدا از دانشگاه تهران در نیامد، این صدا از بالای منبر در آمد. یعنی مردم ایران تا اقصا نقاط ایران دیدن که منجی نجات دهنده آمده، یعنی تن کسی است که به اصطلاح با فریاد رسا و بدون ترس با شاه مخالفت میکنه. خب این در نتیجه منظور این است که آقای خمینی همونطوری که اطلاع دارید به نظر من با سه عامل اساسی قدرت که هر به اصطلاح صاحب قدرت فکر میکند وارد تهران شد. مسئله رهبری انقلاب که ایشون رهبر انقلاب بود تثبیت شده در تمام دنیا شناخته شده بود. دوم مسئله سازمان بعد از رهبری، سازمان به اصطلاح حوزه های مذهبی، بازار، بازرگان ها، پیشه‌وران، تمام مسلمانان. اولین و آخرین مسئله رسیدن خود حفظ قدرت به هر قیمت، یعنی برای آقای خمینی که بعدها در طی این 38 سال ثابت شده مسئله قدرت به هر قیمت مطرحه، نه با راه قانون نه در قانون اساسی. بنابراین کشتار و زخم و زیر که همونطوری که داستانی مفصلی است که همه میدانند، 38 سال طولانی ترین مدتی است که تقریبا در قرن بیستم هیچ به اصطلاح سلطنتی، هیچ حکومتی به این مقدار عمر نکرده بود و تازه معلوم نیست که به کجا. اما از اینجا به نظر من به این نتیجه میشه رسید که چرا اینطور شده، این سؤال بزرگ که از کجا به اینجا رسیده که به اصطلاح حکومتی که با انقلاب شاه و ملت و مسافرت و مدرنیته و به قول تجدد و ظاهری این جا خالی میکنه و جاره میده به کسی که تازه از قرن هفتم میلادی، یعنی از زمان پیغمبر اسلام آمده بیرون. درسته. خب هیچ تناسبی با شرایط روابط روزگار امروز در هیچ جا نداره با. اون هم با ایران اونچنونی. خب این من عقیده دارم که ایران از قرن 19 هم به بعد دچار در اسارت سه ضلع مثلث مذهب، سیاست استبداد و استعمار در آمد. یعنی این سه ضلع مثلث در دست همدیگر و به شراکت در واقع افتادن به جان مردم. از اون موقع از قرن 19 هم به این طرف میبینیم که هر به اصطلاح گروهی که از درون خود رژیم، یعنی از درون خود قدرت آمدن بیرون و حرف از اصلاحات و آگاهی و مطابقه با زمان زدن، حتی از عباس میرزا که با به اصطلاح توپ تفنگ دید که با توپ تفنگ روسیه نمیشه مبارزه کرد، با چماق و با عدمی دارن چوب بود. پس بنابراین
شاگرد بفرستیم که یاد بگیرن جنگیدن ره. خب این از اونجا این بیداری رو شروع کردن که تاریخ مشروطیت یعنی بعدن نشون میده دیگه، گفتنش زائده، احتیاجی نیست. این تیه طریق به این ترتیب به وجود آمد، ولی اصلاحات همیشه هر دوره‌ای که آمد آمدن جلو، شروع کردن از قائم مقام، از امیر کبیر، از حسین خان سپهسالار، برسید به جای آقای میرزا علی خان امینی، بعد برسید به آخرین به اصطلاح دولت اصلاحگر خود زمان خود محمد رضا شاه پهلوی، یعنی آقای دکتر امینی بله. که یه حکومت اصلاحگر بود، تمام شکست خوردن. این شکست این شکست منتقل میشه به حکومتی که میاد میگه من به هر قیمت میخوام حکومت کنم. این حکومت کردن به هر قیمت در نتیجه اصلاحات به معنای واقعی دولت موقت اول دولت اصلاحات بود. آمده بود برای اصلاحات، دیری نکشید که چیزی نزدیک شبیه به یک سال از بین رفت، برای اینکه آقای خمینی هدف رو گرفته بود و اینها بعدا همه وسیله بودن سر. یعنی حکومت موقت به بعد، بعد ریاست جمهوری، بعد تغییر قانون اساسی، نخست وزیر از بین رفتن و به اصطلاح نخست وزیر رئیس جمهور رئیس دولت شدن با. همه اینها تابع عرض میکنم وسیله هدف بودن که ملایان بتونن حاکم بشن، بتونن حاکم بشن و یعنی در واقع هدف وسیله رو توجیه میکنه. وقتی که هدف با ایستادن در قدرت به هر قیمت باشه، بنابراین هر وسیله‌ای هم به کار بردنش مشروعه. تطبیق است با آیات الهی، تطبیق است با اینکه دشمن در کمین آمریکا، دشمنی با آمریکا رو کردن دکون، روابط خارجی یک کشوری مبنی ممکنه مبنی بر رقابت باشه، بر همچشمی باشه، بر پیشی گرفتن باشه، اما بر دشمنی کردن علنی نیست. آقای خمینی دشمنی با آمریکا رو دکون کرد برای اینکه تو سر مردم بزنه که دشمن در کمین ساکت باشید. بعد به جنگ تحمیلی 8 ساله عراق که داستان طولانی چی میدونیم. پس بنابراین منظور نیست که الان من به این نتیجه رسیدم که ملت ایران به میادگاه تاریخیش رسیده. پس از 40 سال عمر حکومت اسلامی که در کشور ما بر ملت ایران حاکمه به این مرحله رسیده که میفرمایید به مرحله رسیده است که دوران اصلاحات دیگر نمیتوان با ایجاد بحران و استفاده از بحران اصلاحات ره، یعنی بعد از آقای روحانی به معنای ظاهر مسئله که نشون میده میبینید که ایشون هم در همین ماهای اول فعلا در اصلاحات درمانده است. صحیح. یعنی کابینه‌ای که ایشون ارائه میده کابینه ای نیست که مورد رضایت مردم باشه. در دور دوم میفرمایید؟ بله در دور دوم. بله بعد بنابراین این دور دوم یا ایشون دور دوم برای اینکه نمونه قبلی اصلاحات شکست خورده نزدیکترین نمونه آقای خاتمی است. یعنی این صندلی در عین پیاده شده قانونه، قانونی است که حتی آقای خاتمی خامنه‌ای هم بیارن در دادگاه میگه آقا من طبق قانون رفتار کردم. یعنی ماده 57 قانون اساسی به من میگه که من ناظر بر این سه قوه حاکم هستم، یعنی آقای رئیس جمهور طبق ماده 57 قانون اساسی، طبق ماده 113 قانون اساسی، طبق ماده 110 قانون اساسی ایشون هیچ کاری نیست. یعنی آلتی است مثل رئیس قوه قضاییه، مثل رئیس قوه مقننه. مملکتی که قوه قضاییش به وسیله آقای خامنه‌ای و رهبر انتخاب بشه و منعزل بشه، یعنی مملکتی که به اصطلاح قوه قضاییش مستقل نیست. این دادگستریش که میبینی میزان زندانی رفتنها و زندان کشته شدن ها و مرده ها و اینطوری که شما میفرمایید اینا با
استثمار مردم تا کنون تونستن طاقت بیارن. بله. درسته؟ یعنی با فشار و استبداد. بله. با استبداد و فشار و با تکیه بر بی‌فرهنگی مردم. یعنی جامعه ایران از نظر فرهنگی همینطور که خدمتتون گفتم در این مثلث سزل بر همین اساس بود که این ملت نباید آگاه باشه، یعنی مستعمره غیر مستقیم، نیمه مستعمره، یعنی ایران نیمه مستعمره بود، نه مستعمره. مستعمره هند، نمونه بارز یه مستعمره هند که نشون میده که احتیاج به گفتن نیست. خب ایران چگونه، بازم یک سوالی است، پس چگونه ممکنه که بعد در قرن 20 تا حالا رسیدیم به قرن 21 همچنان بتوانه تحمل کنه؟ برای اینکه این مسئله آگاهیه، یعنی جامعه‌ای که هرگز حق آزادی انتخاب نداشته، حق آزادی اجتماع نداشته، حق آزادی بیان نداشته، یعنی از سه حق آزادی، یعنی وجود احزاب، وجود انجمنهای مستقل، وجود سندیکاها و اصناف مستقل و در واقع وجود جامعه مدنی مستقل از دولت وجود نداره، با همین زندگی کردن. یعنی بر این اساس نیمه مستعمرگی بر این اساس گذاشته شد که این ملت هیچگاه نباید به اصطلاح با آزادی، حق آزادی به حق آزادی برسد. حق آزادی به محض اینکه حق آزادی برسد، تمام ذخایر و امیدهای ما و تپاولی که ما در حال شما آقای صاحبان امائم به ترتیبی، آقا که در تخت سلطنت نشستی به ترتیبی و من هم که ما هم که استثمارچی خارج هستیم به ترتیبی مشغول چپاول هستیم. الان ایران گرفتار یک همچه مخمسه تاریخی است، ولی به نظر من به میعاد تاریخیش رسیده. یعنی بعد از این یا باید در راستای میل اسرائیل، عربستان سعودی و حتی برسیم به جایی که حتی آقای پوتین روسیه تیکه پاره بشه، یا باید از درون نظام نیروی تازه‌ای به وجود بیاد، از درون، یعنی تخمیر این همه تضاد و این همه ظلم و این همه فساد که دیگه به رسوایی کشیده شده، از درون نیروی تازه‌ای برای اصلاحات به وجود بیاد. خب شما فکر میکنید که خود رژیم حاضر هست یک قدمی هم در این مسیر برداره؟ خود رژیم بخیر، یعنی حتی به نظر من آقای روحانی هم به همین نتیجه رسیده. یعنی ممکن است که کاغذ، به قول فرانسوی هم میگم فوی دروت، یعنی نسخه اصلاحات دو جیب داشته باشه، اما میدونه که این اصلاحات قابل پیاده شدن نیست، همونطوری که آقای خاتمی رو نگذاشتن، همونطوری که عرض میکنم که اصل 57 آقای خاتمی آخرین حرفی که بعد از 8 سال زد گفتش که آقا این صندلی، این مقام تدارکات چیه؟ یعنی بنده که اونجا نشستم چیز هستم که امور مدیریت روزانه چیز بگذرانم، هیچ دیگه حق اختیار ندارم. برای هر قدم که ایشون برای اصلاحات برداشت، همین آقای کروبی که الان رفتن به بیمارستان رفتن، همین آقای کروبی در توی مجلس لایحه اصلاحات مطبوعات آقای خاتمی رو برداشت نشون داد توی تلویزیون فرانسه، بنده دیدم، گفت آقا این حکم حکومتی است، نه اوله و نه آخر. خب در نتیجه الان میشود گفتش که آقای حکم حکومتی دیگه از آقای خامنه‌ای سلب شده. به چه ترتیب؟ به معنای اینکه آخرین حرف رو بزنه، برای اینکه درون رژیم، یعنی اختلاف و دشمنی به داخل رژیم رسیده شده. یعنی رژیم به نظر بنده به عنوان یه محتضر، یه زنده محتضر در آمده، زنده در حال احتضار، یعنی روز به روز از سائیده میشه.
از هویت رژیم. و من فکر میکنم که ایران همونطوری که در قانون مشروطیت حکومت را از سلطنت جدا کرد، یعنی حکومت به مردم و سلطنت در بدون دخالت در حکومت، یعنی دولت بدون یک مقام افتخاری به تشریفاتی، این هنوز در خاطره اجتماعی مردم وجود داره. یعنی قانون اساسی آینده و یک بر این اساسه. اون چرا که به نظر من تازگی داره، یعنی میادگاست، جدایی دین از دولته. یعنی در نتیجه دین را به نظر بنده ملت ایران از دولت جدا خواهد کرد. یعنی اون کاری که عرب ها نتوانستن و امیدواریم که تونس بتوانه جلو بره و این دموکراسی را به ثمر برسانه، کمک بکنه ایران به با داشتن ذخایر عظیم نفت، گاز و جمعیت و به اصطلاح سیل عظیمی از روشنفکران و از به اصطلاح متخصصینی که در از طرف خودش در تمام نقاط دنیا پراکنده، این میتوانه، یعنی باید، اگر نباید مثل باید و نباید، بله اگر نباید یعنی باید چهار تیکه بشه. آیا میشه؟ من فکر نمی کنم. خب بعد این سوال پیش میاد که فکر میکنید پس از گذشت از این چهار دهه حکومت اسلامی، به نظر شما حکومت ایران چگونه ممکنه تغییر پیدا کنه؟ شما اوضاع داخل کشور و حکومت رو مطرح کردید، ولی حال بگیم براندازی یا تغییر یا هر چیز، به نظر شما یا پیش بینی شما چه است؟ چگونه ممکنه در آینده این حکومت بتونه تغییر پیدا کنه؟ من فکر میکنم که البته تصور منه که راهی ره که آقای روحانی داره میره به نعل و به میخ زدنه. یا قبول کرده، من فکر میکردم در گذشته که آقای روحانی با توجه به اینکه خودش یک سابقه شدید امنیتی داره، درسته، دوم اینکه سابقه سیاسی داره و آگاه به شرایط زمانه، تحول چیز جالب این است که در کتاب امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای که آقای روحانی نوشتن در 700 صفحه یک نکته جالبی داره در چالش ها، بخش چالش ها نوشته است که گویی که این آقای روحانی می نویسه، گویی که مقامات بالا نسبت به وجود رژیم، نسبت به وجود حکومت در اضطراب و نگرانی، در حالی که در کشورهای دیگر، نمیگوید کشورهای دموکراتیک، میگه در کشورهای دیگر احزابی که اکثریت رو میبرن و حکومت رو در دست دارن در انتخابات آینده برای به دست آوردن اکثریت مضطربن، اما ما، یعنی حکومت، مقامات ما در باره موجودیت. خب این رو آقای روحانی نوشته، پس این آدم آدم آگاهی است که این اضطراب دائمی در تمام رگ و عروق رژیمه. اما رژیم در اون چنون فساد و متلاشی افتاده که جز پول آقای سرداران و جز قدرت، یعنی موندن و برای پول در آوردن، هیچ دیگه هدف دیگری نداره. اگر یک روزگاری بسرا این هدف بود، مثلا آخرین هدف آقای خاتمی، اگر اجازه نخواستن همین آقای هاشمی رفسنجانی که الان در این با این تشکیل تشخیص مصلحت تجدید نشون میده که به نظر من آقای رفسنجانی رو میبایست سرش زیر آب بکنن، برای اینکه این اعضای اخیری که تو تشخیص مصلحت رفتن که سرآمدشون محمود احمدی نژاد است که رسواییش به همه جا کشیده، کوچه بازار، همه آقای رئیسی، تمام جانی ها و کلاشان رژیم توی تشخیص مصلحت، یعنی تشخیص مصلحت مملکت به دست آقایانه. خب اگر رفسنجانی بود
طبعا مخالفت میکرد. پس بنابراین اینش نباید باشه. به نظر بنده اینکه سوال میکنید، من فکر میکنم از درون رژیم یک نیروی ناراضی به وجود خواهد آمد، یعنی سرپناه خواهد کرد، نیرویی که بدون تردید مورد پشتیبانی غربه. صحیح. برای اینکه غرب احتیاج دارد به اینکه ایران باید به صورت نیروی منطقه‌ای و برای اینکه پشت ایران مخالفت شرق، مخالفت غرب و آقایان اعراب روسیه خوابیده. هیچ وقت فراموش نباید که روسیه طبق یک کارشناس معروف آمریکایی در ایران از سفارت که روسیه به همسایه همسایگان هم نظر داره. درست. یعنی علاوه بر همسایه ها آقای قزاقستان و تاجیکستان و کرگیزستان به اون ور همسایه ها هم نظر داره. که ایران همونطور میگه تاریخا ما وابسته به این سیاست استعمار روسیه هستیم. درست. بنابراین ایشون هم در همسایه نشسته. خب آقای حافظ جوادی، با این وصفی که شما میکنید از اوضاع امروز ایران و نگاهی که به این 40 سال دارید، فکر میکنید تاریخ در ارتباط با این 40 سال عمر حکومت اسلامی و زندگی ایرانیان در داخل کشور که بسیار نابسامان بوده و کوچ کنندگان ایرانی چند میلیون به خارج از کشور، تاریخ چه قضاوتی خواهد کرد نسبت به این 40 سال حکومت جمهوری اسلامی که آقای خمینی رو انداخت؟ به نظر من نگاه تاریخ یا تاریخ نویس به این خواهد بود که یه ملتی با تمام تلاش برای بیرون آمدن از حاشیه به متن تاریخ همیشه گرفتار این سه عامل بوده، یعنی نگذاشتن. ولی در حالی که به نظر مورخ و به نظر من جامعه ایران این به اصطلاح گرایش و این نرم و این تفاهم رو نسبت به تاریخ داره که آرزوی ورود به تاریخ داره. ایران رو در این سه مثلث به اون سوی حاشیه تاریخ راندن، یعنی در حاشیه تاریخ هم نبود. حاشیه تاریخ آفریقای جنوبی است، کره جنوبی است که الان اسلحه می سازن، اتومبیل می سازن، صادر می کنن، وارد صنایع شده. اما ایران هرگز هرگز و هرگز نگذاشتن وارد بشه، در حالی که این استعداد رو داره. و شما می بینید به قول خودتون چقدر الان آمارهایی که در آمریکا استادان ایرانی در آمریکا در جاهای مختلف مشغول هست، یا در اروپا به همین ترتیب. یعنی قدرت خلاقه ایران به طور دوچار ناسیونالیسم و چیز وطن فلان نشیم. نه، قدرت این هست که این استعداد رو داره که وسایل آماده باشه میره جلو. خب یکی همین است که هر دانش آموزی که مثلا دانشجویی که در آمریکا شرح حالشه میگه این دانشجوی صنعتی شریف بوده. یعنی دانشگاهی وجود داره که میتواند آدمهای تاریخ ره پرورش بده، نه اون سوی تاریخ ره. بنابراین به نظر من ایران به این آینده خوب من اینطوری میبینم. پس از گذشته این 40 سال، چون شما خودتون از منتقدین رژیم گذشته بودید، 40 سال از عمر جمهوری اسلامی میگذره، با دیدگاه شما اونطور که فرمودید با اشتباه محمد رضا شاه پهلوی، بگذاریم از اون دو نامه معروفی که شما نوشتید و بدون توجه به خلقیات ملت ایران و نزدیک شدن به ملت ایران، به هر حال اون حکومت تبدیل شد به یک حکومت اسلامی، حکومت سلطنتی، حدودا 40 سال قبل. چهره‌ای که شما 40 سال قبل از محمد رضا شاه داشتید آیا اکنون پس از 40 سال تغییر پیدا کرده با خواندن کتاب خاطرات آقای علم یا کتاب تحقیقاتی که آقای دکتر میلانی دادن، عباس میلانی، یا افشاگری اسنادی که از آمریکا و از انگلیس برملا شده، اسناد رسمی
30 سال قبل. میخوام ببینم چهره محمد رضا شاه آیا در این بین برای شما تغییر پیدا کرده؟ چهره ایشون برای من تغییر پیدا نکرده، برای اینکه دو مسئله است. مسئله اولش این است که یه موجودی است که از این نظر میشه گفتش که نمیشه اسم بگیم بیگناه، از این نظر به این است که خب یک موجودی است که با واقعیات ایران تربیت نشده. شما بهتر میدونید که در تاریخ، حتی در تاریخ ایران، حالا ولیعت رو می آوردن در آذربایجان. درست. برای چی؟ برای اینکه امثال آقای امیرکبیر یا قائم مقام فراهانی یا آقای صدر اعظم چیز سپهسالار، این امثال دور و برش بیان ادارش بکنن. یه طفل خردسال، خردسال، حالا جوانتر، بالاخره میفرستن به یه جای دیگری که نزدیک مرز روسیه است. خب و مردم با زبان متفاوته و فرهنگ دیگری دارن به هر حال. خب در حالی که این بیچاره اصلا اینطوری که آقای زونس تاریخ ایشون رو تشریح کرده در چیز کتاب معروفش، خب رضا شاه هم فرزندش رو به سوئیس فرستاد، میگه نوشته که این آقا خانو، این آقا توی حرمسرای خانم آیرنرو، زن آقای محمد رضا شاه یا سردار سپه اون روز هنوز نیامده، بزرگ شده توی حرمخانه، یعنی دور تا دورش همه زن بودن. و مادرم یه مادر اتوریتری بود، مادر چیزی بود، سرزنده و این بچه رو به این صورت یه خورده که بزرگ شد، ایشون به فکر افتاد. یادم میاد به آقای دکتر منتصری که وقتی که شاه رفت مصر ایشون هم همراه برد، آقای دکتر منتصری 3-4 سال قبل روح شاد مثل که رفت از دنیا، ایشون میگفت که در مصر وقتی که رفتیم، ایشون هم بود در رکاب، خب وارد که شدن چمدان ها رو پلان کردن، گفتن که خب مثلا در تاریخ ایران حتی محمد علی میرزا هم ولیعهدش نبرد، یعنی محمد حسن میرزا رو گذاشت، احمد میرزا رو گذاشت، احمد میرزای 12 ساله. خب ایشون فرار کرد، بچه رو گذاشت، یعنی ولیعت نظام سلطنت رو گفت آقا ولیعت به من مربوط نیست، ایشون رو گذاشت. خب سلطنت کرد دیگه، ولی ایشون بچه‌ش هم برداشت برد، آقای محمد رضا شاه، آقای رضا پهلوی رو برداشت برد. خب ولی موقعیت کشور طوری نبود که بتونه بگذارون همون. خب دیگه به قول فرانسوی میگن این دلیلی بیشتر بر اینکه ایشون اصلا بیگانه بود، و الا اون مرتکه چون در آذربایجان ولیعت بود، پدرش هم همینطور، عباس میرزا هم همینطور، اینا اون اینش بیش اون آدم مستبد جاهل این شعور داشت اینه نگه داره. خب ایشون برداشت برد، آقای منتصری، دکتر منتصری یاد گفتش که وقتی که شد گفتن که خب حالا برای ولیعت فکری بکنیم و معلمی بگیریم و خب چی کار کنیم. خب خانم فرح پهلوی که فرانسه و انگلیسی و فلان اینا که خب طبیعی است که باید بخونند و فلان، گفت من برگشتم گفتم حالا راست دروغش نمیدم، ایشون گفت، گفت آقا گفتن قربان ولیعت خب انگلیسی فرانسه خب بسیار خوبه، اما چرا ایشون ترکی نخونه زبانه؟ ایشون ولیعهده، به سلامتی بر خواهند گشت، به سلطنت خواهند گرد، خب ایشون باید با ملت خودش زبان بدونه، خب زبان ترکی بخونه. خب منظورم اینست که اینقدر بیگانه از اوضاع بود، و در نتیجه این قضیهش اینست که اقول آقای چیز همین نویسند زونس گفت که این همیشه چون با زنها دنیا آمده بود، با زنها زندگی کرده بود، وقتی هم که آمد اینجا اون آقای مؤدب‌الدوله نفیسی را فرستاد سر ایشون باشه دیگه،
گفت اینجا هم یه آقا بالا سر داشت در سوئیس، مثلا متکی میشد، دنبال پشتیبان بود که حتی یه مدت پشتیبانش اشرف پهلوی بود. یعنی اون اندازه جبون و اون اندازه ناآگاه و یعنی نمیدونه چه تصمیم بگیره که باید یکی اینه نگه داره. خب آخرم که بلازه میفرماد که توی یادداشت‌های آقای کونت دو مارنس رئیس ضد جاسوسی فرانسه ژیسکار دستان به ایشون میگه برو تهران ببین چه خبره. ایشون رفت تهران، بله، دو ماه قبل از انقلاب، بله، گفتش که آقا اینطوری سو اعلیحضرت و شما اگر میل دارید ما آقای خمینی را الیمینه، یعنی حذفش میکنیم. آقای خمینی در پاریس گفته نه 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 هرگز این کار نکنید، برای اینکه اگر ایشون حذف بشه منم از اینجا دیگه نمیتونم برام. خب آقای سالیوان مینویسد که آقا ایشون وقتی میرفتیم پیش ایشون همیشه به ساعتش نگاه میکرد که کی باید از ایران در بیرون. خب بنابراین این آقا از این نظر، بعدم اون یادداشت ها خدا پدر آقای علم میفته که واقعا خدمتی به تاریخ معاصر جان کرد. خب نشون داد که راه این چی به طوری بود که بالاخره زبان میامد که حالا حضرت آخو این همه خرج هی بریم گردش، بعد از اون بریم گردش، بعد از اون بریم گردش، آخو این ضرر داره طولان. خب اه این چه حرفیست، من که کاری نمی کنم بالاخره. خب به هر حال به این نتیجه میرسیم که ایشون همینقدر در توان خودش بود که انجام داد، همینقدر در توانش بود که انجام داد. بله، اون چرا که به نظر بنده نمیشه گفت. من بازم به اون نقطه قبلی میرسم که اگر میتوانستند که ببینن که ایشون در حال انقراضه از نظر روحی، مریض بود دیگه، درسته دیگه، مریض بود، درسته. عرض میکنم که بنابراین نمیخواد، حتی دلیل بزرگترش این است که خب آقای دکتر صدیقی پیشنهاد کرد که آقا بسیار من قبول میکنم به شرطی که بمونید، درسته، برای اینکه این آرتش چشمش به شما باز شده، بنابراین خب قبول نکرد. منظورم این است که خب ایشون به اون صورت هم نمیخواست، عرض میکنم که از سلطنت دیگه مریضم شو بود دیگه، نخواست که ادامه بده، نخواست ادامه بده، برای اینکه کسی به دست به سویش دراز نکرد. چرا؟ آخر سر گفتم به دلیل این است که آخر سر گفت که من صدای انقلاب شما رو شنیدم. خب میخواستن بودن کسانی که قبلا بهش بگن آقا انقلاب، انقلاب لازم نیست، این ملت میگه آقا جان حکومت سلطنت بکن بالای سر ما جا داری، برای اینکه شما اعلیحضرت شما رو برگردون، شما اینجا بودید، برگشتید از جوهانسبورگ از کلونجا، خب اینجا بودید، بعدم روز تاجگذاری خب مردم شاهدن پشت اتومبیلی که ایشون رو میبرد به طرف مجلس برای سوگند گریه میکردن. خب برای مملکت اشکال نظامی بود، خب ذوق میکردن، یعنی مردم اصلا عدن احزابی هم که بعدن تشکیل شد اصلا در اساسنامه هاشون، در حرفاشون، در مقالات حرف از نبودن نظام نمیزد، ضد سلطنت نبود، حرفا همه محدوده دموکراسی و آزادی و حکومت مردمی بود. ایشون خب نمیتوانست یعنی حضم کنه این قضیه که دو مرتبه برگردد به اون دوران قدیم. متوجه شدم. برای خیلی ممنون از فرصتی که من دادید که بتونم چند دقیقه در خدمتتون باشم. خیلی ممنون از لطفتون که پرنفسی های بنده رو گوش کردید. خواهش میکنم. خیلی ممنون.
در پایان این مصاحبه لازم می‌دانم اشاره کنم به برخورد غلط سردمداران رژیم گذشته که متاسفانه در آن دوران هیچ انتقادی را بر نمی‌تافتند و با برخورد تند با هر اندیشمندی که دل به گروه وطن داشت از او یک دشمن ساختند و در نتیجه طیف مخالفین حکومت پادشاهی را گسترده کردند که باز متاسفانه این طیف گسترده نیز به سربازان استخدام نشده تحول خواهی در دوران انقلاب اضافه شدند. حکایت تلخی است نه؟ با ما باشید تا در هفته‌های آینده نیز به این 40 سال سیاه ناخواسته بیشتر بپردازیم. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را.